اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمید الخبیث من الطیب و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسوله من یشاء فآمنوا بالله ورسوله و ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم. در سبب نزول این کریمه چند وجهی گفته شد که خیلی از نظر سند تام نیست. بر فرضم از نظر سند تام باشه، به اصلاح آیه یا عموم آیه البته آسیبی نمی‌رساند. وجه اول این که گروهی از کافران به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتند اگر خدایت عالم غیب است و از اسرار درون آگاه است، علیم به ذات صدور است، مشخص کند کی مؤمن است یکی کافر، از غیب خبر بدهد. اونگاه این آیه نازل شد که اخبار به غیب به خود پیغمبر می شود، اما به هر کسی که نخواهد شد که خداوند همه شما را عالم بکند. یه آیه نازل بکند برای عموم که اسامی مؤمنین و اسامی کافران در اونجا باشد و همه برهمه، نظیر اون چه در باره ابو لهب آمده، تبت یدا ابی لهب، یه همچه آیه در باره تک تک کافر و منافق بیاید و آیه هم در باره تک تک مؤمنین بیاید که دلالت کند که کی مؤمن است کی کافر، که شما را به غیب آگاه کند. این که نیست. یا گروهی از مؤمنین گفتن چه می شود که ما با علامت‌های مشخص بتوانیم تشخیص بدیم کی مؤمن است کی منافق. آیه نازل شد که برای همه شما مقدور نیست که علم غیب خدا را دریافت کنید، که خدا به تک تک شما بفهماند با یه علامت‌های مشخص کی مؤمن است کی غیر مؤمن. علی ای حال چه شأن نزول اولی باشد، چه شأن نزول دومی یا جهات دیگر باشد، یا اصلا شأن نزول نداشته باشد، سنت خدا را بیان میکند که ذات اقدس اله افراد را رها نمی کند بدون امتحان و از اسرار مردم هم با خبر است و گروهی از بندگان برجسته خود را هم از اسرار بندگان آگاه میکند. خب چگونه خداوند تشخیص میدهد در مقام فعل که مؤمن کیست، کافر کیست، خبیث کیست، طیب کیست؟ همه دستورات الهی میتواند جنبه امتحانی داشته باشد. بعضی ها در برابر دستور نماز و روزه اطاعت میکنند، بعضی اطاعت نمیکنند. گروهی ممکن است در باره عبادات اطاعت بکنند و این نوبت به جهاد که میرسد اطاعت نکنند. گروهی ممکن است در مسائل عبادی اطاعت بکنند، در مسائل مالی عبادت نمی کنند. گروهی هم برعکس، همه دستورات الهی میتواند ماعز بین خبیث و طیب باشد. وقتی احکام الهی نازل شد مردم دو دستند، فمن هم مطیع و من هم عاصین. مطلب بعدی آن است که این التفات از تکلم به غیبت یا التفات از غیبت به تکلم جزء تفنن کلامی است که در قرآن کریم هم کم نیست. در اینجا التفات از غیبت به حضور است. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی. گروهی خواستن بگویند به این که این انتم غیر از مؤمنینن، قهرن اگر اون انتم غیر از مؤمنین باشن دیگر سخن از التفات نیست، و اما اون که از ظاهر کریم استفاده می شود انتم همون مؤمنینن. بهرن یه التفاتی از غیبت به خطاب هست، چه اینکه گاهی هم التفات از خطاب به غیبت است، نظیر همون آیه 22 سوره یونس که به مناسبت خونده شد. آیه این است که والذی یسیرکم فی البر و البحر که خطاب است، حتی اذا کنتم که خطاب است، حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم به جای و جرین بکم،
حتی اذا کنتم فی الفلک، یعنی در کشتی بودید، و جرین بهم، یعنی این کشتی ها شما را بردن، جرابه مثل ذهب به که با برای تعدی است، یعنی اینا شما رو جریان دادن، از جای به جای بردن، به جایی که گفته شود و جرین بکم، فرمود و جرین بهم. خب این التفات از خطاب به غیبت است. در همین آیه 22 از دو تا خطاب به چند تا غیبت التفات شده. در آیه محل به عکس است، از غیبت به خطاب التفات شده تا مورد چه اقتضا داشته باشد. پس ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب، که میخواد امتحان کنه. خب در این کریمه فرمود به اینکه شما توقع داشته باشید به اسرار درونی خودتون یا دیگران از راه غیب آگاه بشوید، این مقدور نیست، ولی خداوند به وسیله وحی انبیا و مرسلین خود را آگاه میکند، اونها میفهمند و اگر لازم باشد به شما میگوید. یک طبی من رسولهی من یشا، ظاهر استثناء متصل است، یعنی خداوند شما را از غیب آگاه نمی کند ولی پیامبران خود را از غیب آگاه می کند. بعضی از مفسرین مثل سدی و امثال سدی که از اونها نقل شد، این است که این استثناء فقط درباره اصل رسالت است، گفتن به این که ما کان الله لیسلعکم علی الغیب، هرگز خدا شما رو بر غیب آگاه نمی کند ولی از شما در بین شما انبیا انتخاب می کند، ولی علم غیب را به کسی نمی دهد. این برخلاف ظاهر آیه است. ظاهر آیه اینه که این لکن یه استدراک متصل است، یعنی خداوند شما را از غیب مطلع نمی کند ولیکن انبیای خود را مطلع می کند. معنای این نیست که شما را از غیب مطلع نمی کند لیکن در بین بشر انبیای مبعوث می کند که اونها هم علم غیب ندارند، معنی این نیست، اگر میشه استدراک منقطع. ظاهر این استثناء و استدراک متصل است این است که ما کان الله لیسلعکم علی الغیب، لیکن خداوند این غیب را به اون مجتباهای خود که انبیا و مرسلینن اعطا میکنه. این هم یک مطلب. مطلب بعدی آن است که اجتبا به معنای مطلق اخذ نیست، از جوایه است و جوایه اون اخذ برچینی است. یه وقت از انسان یه چیزی را جمع میکند، یه کتاب های اینجا افتاده یا لوازم تحریر افتاده، همه را جمع میکند، این جمع مطلق است. یه وقت است که از طبق میوه میخواهد چند تا میوه را برچین کند، در اینجا که برچین میکند اون سالمتر و درشتر را انتخاب میکند، اینجا را میگن جوایه کرده، اون میوه های برچین میشود مجتبا و کار این شخص اجتباست. اجتبا یعنی برچین کردن، نظیر استفاست. مجتبا تقریبا قرین مصطفی است که از صفوت و برگزیدگی خبر میدهد. این اجتبا دو قسم است، یه اجتبای عام است که خداوند همه مؤمنین را اجتبا کرده، برچین کرده در برابر کافران و منافقان. یه اجتبای خاص است و اون است که در جمع مؤمنین، در بین مؤمنین مرسلین را انتخاب کرده است. اینها مجتبای از اون مجتبای عام من. اون اجتبای عام با اسلام و ایمان همراه است که در آیه پایانی سوره مبارکه حج آمده، در آیه 78 سوره حج که آخرین آیه این سوره است، این است که وجاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این مجتباها همون طیبهایی هستند که در مقابل خبیث قرار گرفتن،
خبائث مجتبا نیستن و مؤمنین مجتباین. یک اجتبای خاص است در مقابل اجتبای عام، چون در سوره بارکه انعام است که مخصوص انبیاست. بسیاری از انبیای ابراهیمی علیه السلام نامشون آمده تا رسیده به آیه 87 فرمود به من آباهم و ذریاتهم و اخوانهم وجتبیناهم و هدیناهم الی صراط المستقیم، که این اجتبا نسبت به اون انبیا اجتبای خاص است، نسبت به غیر انبیا اجتبای عام است. در آیه محل بحث که فرمود یجتبی من رسولهی، یه اجتبای خاص است که اینها برچین شده از بین مؤمنین هست، اینها مجتبای خاص هست. گاهی احتمال داده می شود که این یجتبی من رسولهی من یشا، یعنی عده زیادی که صلاحیت برای نبوت دارن، خداوند از بین صالحین برای رسالت و نبوت یک گروه مخصوصی را انتخاب میکنند. همه اونها را به مقام رسالت و نبوت نمیرساند. از بین صالحان برای مقام نبوت و رسالت یک گروه مخصوصی را انتخاب میکند. چرا؟ چون نبوت و رسالت موهبت است، اما اجر و پاداش در مقابل ایمان و عمل صالح یک امر استحقاقی است. لذا هر مؤمنی که دارای عمل صالح باشد استحقاق اجر دارد، ولی هر انسان کاملی که صلاحیت برای رسالت داشته باشد پیغمبر نمی شود. این بیان را مرحوم امینالاسلام تو مجمع دارد که می فرمایند دو مطلب است. یکی این که مؤمنین به عنوان موجبه کلیه چون دارای ایمان و عمل صالحن، هر کسی که دارای ایمان و عمل صالح باشد دارای اجر است. این نشانه آن است که مسئله استحقاقی است، یعنی مؤمنی که عمل صالح انجام بدهد استحقاق اجر دارد، لذا بحث موجب کلیه است. و اما در برابر انبیا این چنین نیست. در برابر انبیا فرمود به این که اونها که صالح برای مقام رسالت و نبوتن، همه اونها را خدا پیغمبر نمی کند، بلکه یجتبی من رسولهی من یشا. سرش آن است که نبوت و رسالت تفضل است نه روی استحقاق. قهرن در اینجاشون چند مطلب رو بیان میکنن. یکی این که نبوت یه موهبت خاص است، یک. دوم این که ممکن است گروه فراوان شایسته و صالح برای رسالت باشند و ذات اقدس اله برخی را انتخاب بکند و بعضی را انتخاب نکند، این دو. سوم این که ایمان و عمل صالح استحقاق اجر می آورد. چون ایمان و عمل صالح استحقاق اجر می آورد و هر کسی مؤمن بود و عمل صالح کرد حق دارد، مطلب چهارم به دنبال او ظهور بکند و اون موجب کلیه است و این است که هر مؤمنی که عمل صالح کرد یقینا دارای اجر است. چون نبوت یه امر موهبتی است، تفضل است نه روی استحقاق، ممکن است عده شایسته برای رسالت باشند ولی همشون نرسند. اما چون ایمان و عمل صالح وسیله استحقاق اجرن، لذا به عنوان موجبه کلیه هر مؤمنی که عمل صالح داشت یقینا اجر دارد. این خلاصه چهار فرمایش ایشون. اصل این که مسئله نبوت موهبت الهی است، این حق است. و اصل این که ممکن است ثبوتاً عده صالح برای رسالت باشند و ذات اقدس اله در بین اینها افراد خاصی را انتخاب بکند، اون هم ممکن است. اما آیه ناظر به این نیست، چون این من تبیین است، من تبعیض که نیست. این که فرمود یجتبی من رسولهی من یشا، یعنی من یشا را شما
معنا کردی، یعنی کسانی که صالح برای رسالتن، اونگاه من رسولهیم بعضی از اونهاست. این شما بعضی از کجا استفاده کردی؟ این که گفتید ممکن است افراد فراوانی شایسته برای رسالت باشن و ذات اقدس اله بعضی از اونها را استفاده بکنند، این بعضی از کجا آوردی؟ یجتبی من یشا از چه گروه؟ من رسوله. اگر من تبیین است، خداوند انتخاب میکند، برچین میکند هر کرا که بخواهد. اون برچین شده ها کیانم؟ مرسلینم. اگر من تبعیز بود، ممکن بود کسی بگوید یجتبی من یشا، اون وقت بعضی از اونها که خودش بخواهد بنای مرسلین. بنابراین این فرمایش اول ایشون که ناتمام است، اما فرمایش دوم ایشون که فرمودن ایمان و تقوا و عمل صالح استحقاق آور است، این البته در کتاب‌های کلامی معلوم شد که این سخن باطلی است. قول محققین این نیست که این کار به نحو استحقاق باشد. استحقاق معناش این است که بنده از مولا طلب دارد، یعنی حق من است، باید بدی. در حالی که انسان هر چه جلوتر می رود، پرده کنارتر می رود و برسد به صحنه برزخ، اینها معلوم می شود تازه اول فهمیدن روز بدهکاری اوست، اولین روز فهمیدن دین است. معلوم می شود مالکم من نعمتن فمن الله بود. این است که در ادعیه آمده است که خدایا من هر وقتی که گفتم فلک الحمد وجب علیان اقول لک الحمد، یه بار گفتم خدایا تو را شکر، تازه اول دین من است که من یه نعمتی یافتم. این فهم را من دادی، توفیق را من دادی، این سعادت را من دادی که من تو را شکر کردم. اگر یه بار گفتم لک الحمد، بار دیگر باید برای این حمد شکر بکنم. خب اگر واقع این چنین است، چن که هست، به ما بکن من نعمتن فمن الله، عبد در برابر ذات اقدس اله استحقاق دارد، یعنی میتواند حقش رو مطالبه کنه. یا تعبیرات قرآنی تعبیرات تشویق‌آمیز است. ذات اقدس اله یه وقتی بی‌پرده با ما حرف میزند، میفهمد بینگه شما هیچ نبودید، هیچ هم نیستید، چیزی هم مال شما نیست. به زکریا میگوید یه وقتی من تو را خلق کردم که لاشی بودی، لم تکو شیئا، این اون دورتری مرحله. بعدم هل اتی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا، یعنی شی بود ولی قابل ذکر نبود، این مرحله بعدی. بعدم ما بکن من نعمت فمن الله. خب به انسان ها هم گفتن شما در این مراسم نیایش بگویید که لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. این واقعیت است. حرف بی پرده این است، حرف بی تعارف این است که انسان لم تکو شیئا بود که به زکریا فرمود، لم یکن شیئا مذکورا بود که در سوره هل اتی آمده ماننده، لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. این حرف های بی پرده است، حرف های تشویق آمیز، مثل اینکه خدا به ما می فرماید مال شما را خدا می خرد، ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. اینا همش تشویق است و تعارف. و مال خود را از ما بخرد، ما واقعا مالک مالیم، مالک جانیم که جانمون را مالمون را به خدا بیع کنیم. این واقعیت است. مالکیت که تفویض نکرد، تشویقا به ما فرمود اگر این کار را کردی به من بفروش جانت را مالت را. تعبیر عجر، تعبیر شرا، تعبیر بیع، همه اینها تعبیر قرض الحسنه، تعبیر نصرت، همه این تعبیرها تشویق‌آمیز است. تو اون بحث‌های نورانی از تعمیر که شاهد این آیات بود خوندیم،
از تعمیر بدی پرده از روی این آیات برمی‌دارد، معلوم می‌شود که لحن این آیات لحن تشویق است و مهربانانه است. فرمود بین که خدا یه وقتی به شما میگد من یاری کنید، یه وقتی میگوید به من قرض الحسنه بدید. این تنصر الله ینصرکم معناش این است که خدا میتواند در جبهه ها در این حفظ دین و احیای آثار الهی کاری انجام بدهد، ولی کمبودش را شما با نصرت تأمین کنید. اینجا جای نصرت است. نصرت در زمینه است که کسی کار را به عهده میگیرد ولی معینی لازم دارد، دستیاری لازم دارد. اینجا جای نصرت است. یه وقت است که نه، اصلا چیزی ندارد، میفهمید من قرض بدید. خب این که فرمود به من قرض بدید، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، یعنی شما مالکی و من ندارم و از شما طلب میکنم. حضرت در اون خطبه بود به این که استنصرکم ولله جنود السماوات والارض و استغرضکم ولم یستغرضکم من قل ولله خزائن السماوات والارض ولم یستنصرکم من ذل ولله جنود السماوات والارض. همود یه وقتی مبادا این آیات استنصار و استغراض اینا رو میخوانید باورتون بشود که شما دارید یاری میکنید یا دارید قرض و رزنه میدید. این استغراض الهی روی قول نیست که او قلیل المال باشد، چون لله خزائن السماوات والارض. و این استنصارم روی ذل نیست که او ذلیل باشد از شما کمک طلب بکند، لله جنود السماوات والارض. سراسر شما و شراشر وجودی شما سرباز و ستاد اوست. حالا اگر سربازی به جوهرهی و ذاتهی، سرباز ذات اقدس اله است، حالا دارد به وضعیش انجام میدهد، دارد خدا را یاری میکنه یا دارد خدا قرض میده. اون چون یه حرف باطلیست، نباید باید بگیم، برای اینکه باغبان مالک اجیر که نیست. مثال با مؤصل خیلی فرق میکند. این یک اجیری را که مالک قدرت بدنی اونیست، مالک بازوهای اونیست، مالک عمل اونیست، به اون میگوید تو اگر کار بکنی من مزد میدم. اینجا درسته، اجریست واقعی، جای استحقاقم هست. حالا اگر فرض کردیم یک عبد و مولایی بودن، عبدی که لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، این عبد باغبان یک بالکی بود، روز عید از باغ مالک دست گلی به مالک اهدا کرد، چیزی از خود به مالک داد یا مال مالک را به مالک تقدیم کرد و خود متقرب شد به این کار. این که نباید بگوید من برای تو کار کردم مزد میگیرم. ما مثالی در جهان نداریم که بتواند اصل مطلب را درست تقریر کند، مگر در حد تقریبی و ذهن. لذا مسئله تفضل عند المحققین در کلام ثابت شد و اجر باطل است، یعنی بنده حق داشته باشه در برابر ذات اقدس اله. این چیزی نیست. اولین روز شرمندگی انسان روزی است که به حضور مولایش میرسد، میبیند که خیلی ها بیراه رفتن و این انسان است که نصیبش شده به راه افتاده. و احیانا اگر در کلمات برخی از اهل تحقیق آمده که اگر مؤمنی با عمل صالح بود ذات اقدس اله با عجر میدهد و این استحقاق عجر دارد، یعنی عجر این لطف الهی در جایش قرار گرفته، حق است، یعنی ثابت است، در جا قرار گرفته. وگرنه تعبیر به اشترا، تعبیر به بی، تعبیر به عجر و امثال ذلك، اینا همش تشویقی است. ما مال خدا را در راه خدا صرف بکنیم، این بشه اشترا یا این میشه بی. این که صحیح نیست. ذات اقدس اله او مواردی که پشت پرده و تشویقی حرف میزند، مثلا به این که لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما اموالکم اموالهم امثال ذلك دارد. رجال نصیب ما اکتسبوا و النساء نصیب ما اکتسبن، اینا لام لام ملکیت امثال ذلك است. اما اونجا که میخواد ما را به حق واقع آشنا کند، بی برد حرف بزنند، فرمون دعاتوه من مال الله الذی آتاکم، نه من مال الله الذی ملکم. مال خداست رو بدی.
اینجا اون پرده رو کنار با تایسان بفهمد به این که ای اموالکم اموالهم چه فرموده ما باورمون نشه. ما یه حسابی داریم بندگان نسبت به هم، اصل مالکیت حق است، زد هر چه کسب کرد مال اوست، امر هر چه کسب حلال کرد مال اوست. این درست، این اثبات اصل مالکیت است. اذا قیس بعض الناس الی بعض، درست، اما اذا قیس الکل الی اللاشی، بازم اصل مالکیت است. این اصل خدا مالکی با اصل مالکیت، اینا دو جایگاه جدا دارن، هر دو هم حقه. یه بحث فقهی و حقوقی است، اینه که اصل مالکیت در نظام اسلامی حق است، هر کسی کسب حلال کرد ملک تلق اوست. اما در صورتی که انسان‌ها با هم سنجیده بشنن، مسائل فقهی مطرح است، حقوقی مطرح است، اصل مالکیت مطرح است ماننده. اما اذا قیس الکل الی الله شی، در مقابل الله هم باز اصل مالکیت است یا اصل مال اللهی است. مبادا یه وقتی اون اصل مال اللهی با اصل مالکیتی که مسئله حقوقی و فقهی ثبت بشه، اینا یه مسائل فقهی و حقوقی است در جای خود ثابت است، اونا یه مسائل تفسیری است در جای خود ثابته. یعنی انسان اذا قیس کلهم الی الله، سخن از مالکیت نیست، سخن از مالکیت الهی است. آتوهم من مال الله الذی آتاکم، یا انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. فرمود شما که مالک نیستید، شما نماینده منی. این میشه اصل خدا مالکی، نه اینکه کسی شعار بده بی اصل خدا مالکی است، مالکیت در کار نیست. این خلط بحث تفسیری و بحث فقهی و حقوقی است. وقتی انسان ها رو با هم میسنجن، شراح است، لا یحل مالون بین الا بطیب نفسه است، الناس مسلطون است، امثال زاره. اما همه را وقت در برابر ذات اقدس اله میسنجن، لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا است. قهرم خدا این فرمود و آتوهم من مال الله الذی آتاکم و انفقوا مما جعلکم مستخلفین. شما جانشینان فعل خدایی، خب چرا امساق میکنی؟ فتحصله که هر دو بیان این بزرگوار ناتمام است. اما اونجای در سوره مبارک جن آمده، اونم تبیین است. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا. اون مرتضا کیست؟ من رسولین. این هم من تبیینی است، به تبعیض که به بعضی از مرسلین غیب را برساند، به بعضی از مرسلین غیب نرساند. نه، اگر اون غیب غیب اخص بود نه غیب خاص، ممکن است او را به اخص المرسلین برساند. سوره جن هم درباره اون اخص الغیوب است، چون مسئله قیامت است، نه هر غیبی. قبل این آیه قل ان ادري اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، که آیه 25 است، مربوط به قیامت است. مسئله قیامت از پیچیده‌ترین نقیبات الهی است. البته این هم وجود مبارک پیغمبر خاتم ارائه فرمود. این غیر از مسئله غیب که اون شخص مؤمن است یا کافر بمانند، آن شما تو خونه چی ذخیره کردید یا چی غذا خوردید یا در جیبتون چی دارید، اینا وجود غیوب جزئیه است. فلان کس کی میمیره، فلان کس کی خوب میشه، فلان کس کی از سفر میاد، اینا جزء غیوب جزئیه است. اما مسئله قیامت یعنی یه وقتی که کی و کجا برداشته میشه، کل عالم عوض میشه. اون یه غیبی نیست که هر کسی بتواند و او دسترسی پیدا کنه. فرمود قول این ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، من نمیدونم نزدیک است یا دور. عالم الغیب، این الغیب الفامش عرف احد است، یعنی همین غیب مربوط به قیامت، نه الفام جنس. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه، یعنی همین غیبی که مربوط به معاد است، احدا الا من ارتضا من رسولین. اگر یه وقتی کسی گفت این که این من تبعیضی است، اون مرتضا بعض المرسلین است نه همه مرسلین، اون جا دارد، برای اینکه این در خواره خصوص معاد است و علم به معاد بالقول المطلق که در چه مرحله واقعی می شود، این رو شاید همه مرسلین ندانن. اون آیاتی هم که دارد به اینکه چند چیز است که ذات اقدس اله به خود اختصاص داد یا روایت هست تعمیل، همه اینا مطلق است به قابل تغییر، شاید به خاتم انبیاء علیهم السلام بتواند یاد بدهد، چون که ظاهر آیه سوره جن ناظر به همین است. اگر این الغیب
الفلام عهد ذکر بود کما هو ظاهر مخصوص معاد است. اگر الفلام مطلق بود، الفلام عام بود، جنس بود، هر چه بود، قدر متعقنش مربوط به معاد است و این قابل تخصیص نیست که عالم الغیب لا یظهر علی غیبه عدن الا ما تزام رسولین، یعنی ممکن است که پیغمبر رو از سایر مغیبات مطلع بکند ولی درباره معاد نکند، چون اصلا در مورد معاد نازل شده است. الحمدلله رب العالمین.